بفرمایید خانم دهکردی، چه اطلاعات بیشتری در مورد محمد محمدی داریم؟ خواهش می‌کنم. محمد محمدی یک جوان متولد 1364 و از ساکنان منطقه نارمک در تهران هست. ایشون از دوستان قدیمی محسن شکاری، خونه‌ای که زندگی می‌کنه در مجاورت منزل آقای شکاری قرار داره و اصلاً یکی از دلایل نگرانی خانواده‌اش هم اینه که اتفاقی که برای محسن شکاری افتاد برای او تکرار نشه. ایشون 21 مرداد ماه همونجور که شما فرمودین به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده. هیچ توضیحی به خانواده‌اش داده نشده که به کجا منتقلش میکنن و جراحت هایی که برداشته در طول اعتراضات به واسطه در واقع لیک گلوله جنگی نیروهای یگان ویژه باعث میشه که خانوادهش بسیار نگران سلامتش باشن. ایشون متهم شده از طرف نهادهای امنیتی به گرداندن اکانت هایی که در حوزه شناسایی در واقع نیروهای سرکوب فعالیت میکردن، اما چیزی که باعث شده خانواده الان سکوتشون رو بشکنن این هستش که ایشون 31 شهریور ماه در محله نارمک با گلوله جنگی مجروح میشه و وقتی بعد از ساعت‌ها خونریزی و وقتی تبش بالا میره به بیمارستان منتقلش میکنن، بلافاصله نیروهای امنیتی با همون حال وخیم منتظر میشن که از اتاق عمل بیرون بیاد و اونو همراه خودشون ببرن. در طول 9 روز او رو به شدت تحت فشار میگذارن که اظهارات خودش رو تکذیب بکنه و بگه که معترض ها او رو زخمی کردن و در نهایت وقتی که وضعیت پاش عفونتش خیلی شدید میشه او رو دوباره به بیمارستان منتقل میکنن و بسیار بسیار تحت فشار و تهدید قرارش میدن که اگر کوچکترین اطلاع رسانی در این زمینه بکنه دوباره بازداشت خواهد شد. حالا با توجه به اتفاقی که براش افتاده و موج بازداشت گسترده شهروندان، خانوادهش نگران هستن علارغم اینکه او در مورد آنچه در دوران 9 روزه بازداشت بهش رفته و در مورد زخمی شدنش هیچ وقت چیزی نگفته. با این وجود او رو الان به مکان نامعلومی منتقل کردن و خانواده بسیار نگران هستند که پرونده سازی براش اتفاق بیفته، کما اینکه برای بسیاری از افرادی که در طول هفته گذشته بازداشت شدن چنین شده. خانم دهکردی، خیلی کوتاه می‌فرمایید تو این فرصت که چقدر مهمه این که به محضی که یک فرد بازداشت میشه خانواده‌ها سریع اطلاع رسانی بکنن؟ بسیار مهمه. ببینید، اغلب افرادی که در طول اعتراضات بازداشت شدن و متاسفانه قابل درک ترس خانواده ها و اینکه تهدید میشن به خاطر اینکه میترسن شرایط برای عزیزانشون از اونچه که هست بدتر بشه سکوت میکنن، اما تجربه نشون داده که اطلاع رسانی دقیق، مؤثر و پیوسته در مورد فرد بازداشت شده باعث میشه که نهادهای حکومتی نتونن آنچنان که دلشون میخواد علیه اون پرونده سازی کنن. اغلب کسانی که احکام بسیار سنگین گرفتن، حتی دوستانی که بعضی از افرادی که در واقع اعدام شدن در جریان اعتراضات یا احکام سنگینی مثل محاربه دریافت کردن، بعد از اینکه اطلاع رسانی مؤثر و مفید داشتن ما دیدیم که در واقع قوه قضاییه مجبور به عقب نشینی در مورد اون پرونده سازی شد و این مسئله بسیار حائز اهمیت است. سپاس از شما. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه.